حکمت از ذات و قدوسیت به حقیقت خدا نشان میگیره. بنابراین میباید جدیت، صداقت و به احترام عمل کنیم. باز در کتاب امثال 2:3-6 میخونیم، اعلام میکنه بینش را طالب نما و دانایی را جستجو کن، همانطوری که برای به دست آوردن پول. واو، خیلی اصلا دیگه نمیان کلیسا به خاطر اینکه موقعیت درآمدشون خراب میشه. یه دست برای خودتون بزنید جلال اصلا، یه دست برای خودت بزنید. میفهمم بعضی موقعها ما به خاطر موقعیت مالیمون شاید نتونیم بیاییم، اما اینکه کلیسای مسیح رو به خاطر درآمد رها میکنیم غافل از حکمت الهی شدیم، یا به خاطر هر موضوع دیگه. اعلام میکنه بینش را طلب نما و دانایی را جستجو کن، همانطوری که برای به دست آوردن پول و پیدا کردن گنج زحمت میکشی، برای تحصیل حکمت تلاش نما. اگر چنین کنی معنی ترس یعنی شناخت، ترس از خداوند را میفهمی، درک میکنی شناخت خداوند را، و در شناخت خدا موفق میشی. وقتی خدا رو میشناسیم اون جایگاهی هستش که خداوند ما رو برکت خواهد داد و حیات با ما خواهد بود. و اعلام میکنه خدا بخشنده حکمت است و عقل و دانایی از جانب اوست و او به ما این دانایی رو میده. شاعر نیز اعلام میکنه کوله بارم بر دوش، سفری میباید، سفری تا ته انتهای محض، هر کجا که لرزیدی از سفر ترسیدی، فقط آهسته بگو من خدا را دارم. وقتی حکمت خدا با هات هست، پیام خدا با تو هست، خدا به تو این برکت رو میده. اگر ما مایل هستیم از حکمت خدا که توانایی و نیکویی های خدا در زندگی ما میباشد استفاده کنیم، پس میباید قدوسیت او که کمال نیکویی هاست رو بشناسیم و خود را تقدیس نماییم تا بتونیم به او نزدیک بشیم.